نیروی جمعی منفی قالب مردم برای حل معضلات خیش خود را بر سر دوراهی می بینند و هرگز راه حل سومی را سراغ ندارند جستجو برای یافتن سومین راه حل تغییر برداشت کاملا متفاوتی از نیروی جمعی است و ثمرات قابل توجهی به بار می آورد وقتی مردم میکوشند برای حل مسائل در محدوده واقعیتی با اتکای متقابل تصمیم بگیرند نیروی زیادی تلف می شود همچنین به گومگوها، زد و بندها، چشم و همچشمیها و خودخواهیها و اثبات خطای یکدیگر موجب اطلاف وقت و نیروی قابل توجهی می شود. درست مثل اینکه در سراشیبی یک پا بر روی گاز و پای دیگر بر روی ترمز باشد غالب مردم به جای برداشتن پا از روی ترمز میکوشند تا با زبان بازی و ارائه اطلاعات به اصطلاح منطقی فشار بیشتری بر روی گاز آورده و موقعیت خود را استحکام بخشند مسئله اینجاست که افراد فوق‌العاده متکی پیوسته میکوشند تا در فضایی با اتکای متقابل کامیاب شوند آنان با سوء استفاده از موقعیت و مقامشان در صددند تا به قیمت لگت کوب کردن دیگران برنده شوند برنده بازنده یا به اتکای کسب محبوبیت به رابطه بازنده برنده بسنده کنند چه بسا این کسان درباره تکنیک برنده برنده سخن گویند اما واقعا نمیخواهند گوش کنند بلکه قصد دارند دیگران را آلت دست قرار دهند و طبیعی است که در چنین فضای روحیه تیمی معنایی ندارد افرادی که از امنیت باطن بیبهرند پیوسته در این اندیشند که تمام واقعیت ها باید با استنباط آنان منطبق باشد این کسان به شدت نیاز دارند که دیگران را به اردوگاه خود فرا و قالب‌های فکری خود را به آنان تحمیل کنند آنان به این حقیقت پی نبرده اند که قوت هر رابطه‌ای به بهره‌مندی از نقطه نظرهای دیگران وابسته است همانندی یگانگی نیست یک نواختی الزاماً اتحاد نیست اتحاد و یگانگی لازم و ملزوم یکدیگرند اما یک نباختی با این دو میانه ای ندارد چرا که تشابه حرکتی چرا, که تشابه حرکتی غیر خلاق و ملالاور است هماهنگی یگانگی نیست یک نواختی الزاما اتحاد نیست اتحاد و یگانگی لازم و ملزوم یکدیگرند اما یک نواختی با این دو میانه ای ندارد چرا که تشابه حرکتی غیرخلاق و ملالاور است در صورتی که جوهره همکاری و تعاون بها دادن به تفاوت هاست شخصا به این باور رسیدم که کلید و راز نهان دستیابی به روحیه تیمی یافتن حس تعاون در جرفای دل است و نقطه به حس باطنی مشارکت و تعاون در عادتهای یک تا سه متجلی است پیروی از این عادات بر امنیت درونی ما می افزاید تا بتوانیم در مقابل خطرات سراحت، صداقت و آسیب ایستادگی کنیم با تثبیت این اصول در قلب و ذهن ذهنیت برنده برنده و صداقت مربوط به عادت پنج را تقویت می کنیم یکی از نتایج عملی زیستن مبتنی بر اصول آن است که ما را فردی کاملا منسجم و نظامی تر تربیت می کند مردمانی که عمیقا به نیمکره چپ مغز یعنی بخش منطقی و استدلالی متکی هستند در حل مسائلی که محتاج خلاقیت زیادی است خود را عاجز و ناتوان مییابند اما به تدریج به این کمبود واقف میشوند و چارچوب تازه‌ای را در نیمکره راست مغز میگشایند منظور این نیست که آنان... از داشتن نیمکره راست محرومند بلکه فقط این بخش از مغزشان شکوفا نشده است استفاده مکرر از نیمکره چپ به هنگام تحصیل موجب رکود و تحلیل رفتن نیمکره راست است تنها زمانی که به نیمکره راست یعنی بخش شهودی خلاقه و تجسمی مغز و نیمکره چپ یعنی بخش منطقی و استدلالی آن توصل میجوییم از تمام اجزای مغز بهرمند شده و آمادگی ذهنی را برای نیروی جمعی فراهم میآوریم آنگاه این اهرم نیرومند به عالیترین نحو ممکن ما را برای رویارویی با واقعیت های زندگی یاری می کند. چرا که رویدادهای زندگی تنها منطقی نیست که احساسی هم هست به تفاوت ها بها دهیم بها دادن به تفاوتها، ها تفاوت های ذهنی احساسی و روانی جوهره کار تیمی است به طور کلی سرآغاز بها دادن به تفاوت شناخت این واقعیت است که مردم جهان را آن گونه که هست نمی بینند بلکه از درون چارچوب ذهنی خیش به همه چیز می نگرند اگر من تصور کنم که اوضاع را همان گونه که واقعا هست میبینم دلیلی ندارد که به تفاوتها بها دهم حتی چرا باید زحمت هماهنگی با دیگران را به خود بدهم در شرایطی که قالب افراد ذهنشان از مطالب پیش, پا افتاده و محمل انباشته است استنباط من از هر چیز عینی دقیق و ملموس است و جهان را همان گونه که هست میبینم بی جهت نیست که مرا سرپرست میخوانند من از دید نافذ و تصویر بزرگتری بهرهمندم. با این استنباط در فرایندهای مستقل و ارتباطات متقابل موثر متقابل نخواهید بود در حقیقت تاروپود چنین برداشتی دست و پای شما را بسته و دامنه تاثیرگذاریتان را محدود می کند. فردی که واقعا در ارتباطاتش دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد برای تشخیص محدودیت های ادراکی خیش از تواضع فروتنی خاصی برخوردار است به منابع ارزشمندی که از طریق ارتباط با قلب ها و اسهان مردم حاصل می شود ارج می نهد او به تفاوت به ها بها می دهد چرا که این تفاوت ها به معلومات و درکی که از واقعیت ها دارد می افزاید وقتی دیگران ما را به تجربیات خود وامی به طور مداوم دچار کمبود اطلاعات و داده ها می شویم آیا ممکن است که دو نفر درباره مطلبی به توافق, بر... به توافق نرسند و در این حال حق با هر دوی آنها باشد؟ اگرچه این نکته به ظاهر با منطق سازگار نیست اما با اصول و معیارهای روانشناسی کاملا عملی و قابل توجیه است. شما سیمای زن جوان را میبینید و من چهره پیرزن سالمند را هر دو به تصویر واحدی می نگریم و حق به جانب هر دوی ماست ما همان خطوط سیاه و همان فضاهای سفید را می بینیم اما آنها را به گونه متفاوت تفسیر می کنیم زیرا چارچوب های ذهنی ما به شیوه متفاوت شکل گرفته و شکل گرفته و منسجم شده است مادامی که به یکدیگر و به شیوه ادراک هم بها دهیم و این احتمال را قائل شویم که حق به جانب هر دوی ماست تقریبا همیشه راه حل سومی هم وجود خواهد داشت در غیر این صورت راهی برای گریز از محدودیت های ذهن نخواهیم یافت من چهره پیرزن سالمند را می بینم و به رغم اینکه شما تصویر دیگری را می بینید. به شما برداشت و درک شما عج می نهم. و در صدد هستم که موقعیت شما را درک کنم به این ترتیب با توجه به تفاوتی که در شیوه ادراک شما وجود دارد میگویم بسیار خوب شما غذایا را به گونه دیگر میبینید پس مرا یاری کنید که آنچه میبینید من هم ببینم هرگاه دو نفر دارای عقیده واحدی باشند عقیده یکی از آنان بیسمر است به بیان دیگر برای من معاشرت با فردی که چون من سیمای زن سالمند را میبیند اطلاف وقت است مایل نیستم با کسی که مدام با نظرات من موافق است رابطه برقرار کنم میخواهم با شما ارتباط برقرار کنم چرا که شما رویدادها را متفاوت میبینید و من به این تفاوت ارج مینهم با انجام این کار نه تنها بر بیداری و هوشیاری خیش می افسایم بلکه با تصدیق گفتار شما به روح و روانتان هوا می دمم یا از روی توپا از روی ترمز بر می دارم و آن نیروی منفی که هر آینه ممکن است برای دفاع از موقعیت خاص صرف کنید رها می کنم و به این ترتیب فضایی را برای حرکت جمعی می گشایم.